تشهر تندو تیز زیدان با ستاره های رئال بعد انتقاد در رختکن ورزشگاه دی استفانو. لاوتارو بارسلونا خیلی دور خیلی نزدیک. مارکا گزارش داد زین‌الدین زیدان بعد از پیروزی 3-1 تیمش مقابل ایبار در رختکن با عصبانیت از بازیکنانش انتقاد کرده و آنها را به خاطر عملکردشان در نیمه دوم شایسته سرزنش دانسته است. بر اساس اعلام روزنامه مارکا بعد از دیدار دیشب رئال مادرید و ایبار که در شروع مجدد لالیگا با میزبانی لوس برونکوس برگزار شد و با پیروزی 3-1 سفیدپوشان به پایان رسید، با وجود پیروزی زین‌الدین زیدان در پایان بازی و در رختکن رئال با عصبانیت از بازیکنانش انتقاد کرده و آنها را به خاطر عملکردشان در نیمه دوم بازی مستحق سرزنش دانسته است. مارکا میگوید به ندرت پیش میاد که زیدان بعد از یک بازی مستقیما با بازیکنانش صحبت کند، چه برسد به اینکه با عصبانیت از آنها انتقاد کند. بر اساس این گزارش کادر فنی و بازیکنان رئال هر دو از بازی تیمشان در نیمه اول راضی بودند، ولی عملکرد رئال در نیمه دوم باعث ناراحتی کادر فنی و به خصوص زیزو شده است. زیدان اما در کنفرانس خبری ناراحتی خود را نشان داد، اما در حرفایش نشانه های از آن میتوان دید، جایی که زیدان به خبرنگاران گفت ما در نیمه اول از هر نظر خیلی خوب بودیم و در نیمه دوم میشود گفت که به هم ریختیم. بر اساس این گزارش زیدان در رختکن بازیکنانش را به فقدان تمرکز و عدم جدیت متهم کرده است. واقعیت این است که رئالی ها بعد از آن که 3-0 از حریف پیش افتادن پایشان را از روی پدال گاز برداشتند، به شکلی که بار توانست سلا و برگلزن عملا نسبت به آنها برتری کیفی پیدا کند. مارکا میگوید زیدان از همین بابت بسیار عصبانی بوده و در پایان بازی در رختکن رئال با عصبانیت خطاب به بازیکنانش گفته است که اینطور به هم ریختگی اگر در مقابل تیم قوی انجام شود حتی میتواند به از دست دادن امتیاز هم ختم شود. حتی در نیمه دوم که بازی برای آب خوردن بازیکنان با وقفه کوتاه روبرو شده بود میشد زیدان را دید که سعی میکند بازیکنانش را پیدا کرده و آنها را به بازگشت به حال و هوای نیمه اول فرا بخواند. بارسلونا هنوز برای خرید لاوتارو مارتینز از اینتر به توافق نرسیده و دو تیم در مورد رقم این انتقال احتمالی به توافق دست نیافتند. اگرچند لاوتارو مهمترین هدف تابستانی بارسلونا لقب گرفته است، اما هنوز تردیدهای زیادی در مورد انتقال او به نوکم وجود دارد. اسکای اسپورت سرگزارش مده شد لاوتارو مارتینز از اوایل فصل و حدود ماه فوریه به مدیران بارسلونا اعلام کرده مشکلی برای انتقال به این تیم ندارد و برای رفتن به نوکم ابراز آمادگی کرده است، اما علاقه به خراب کردن رابطه‌اش با باشگاه اینتر نشان نداده و مدیران این تیم را برای جدایی تحت فشار نگذاشته است. اینتر برای فروش لاوتارو مارتینز رقم بالایی خواسته و تاکید دارد که تنها یک بازیکن را برای معوضه میپذیرد. به عنوان مثال بارسلونا جونیور فروپو را پیشنهاد داده است، اما معتقد است که این بازیکن 35 میلیون یورو ارزش دارد که اینتر کاهش چنین رقمی را از بند آزادسازی 111 میلیون یورویی لاوتارو مارتینز نمیپذیرد. بارسلونا نیز به هیچ وجه شرایط پرداخت چنین رقمی را ندارد و میخواهد به هر ترتیبی پول کمتری بپردازد. بعد این ترتیب هنوز مشخص نیست. این مهاجم 22 ساله و آرژانتینی فصل بعد در چه تیمی بازی خواهد کرد؟ برخی مطبوعات ایتالیایی نمایش ضعیف لاوتارو مارتینز مقابل ناپولی را به عنوان عدم تمرکز او در مورد انتقال به بارسلونا ربط دادند، اما به نظر میرسد او حداقل به صورت علنی چنین چیزی را به مدیران تیمش مطرح نکرده است. مشکلات مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است یک سال انتقال لاوتارو مارتینز با بارسلونا را به تعویق بیندازد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.